سرخط خبرها. علا گل مجاهد گفته است که بین ما و طالبان سوء تفاهم شده است و همچنان عبدالکریم خرم مقامات بلند رتبه حکومت غنی بنیاد جمهوریت را خراب و فرار کردند و در ادامه فرمانده سندکام طالبان به ما پیشنهاد کنترل موقت بر کل کابل را داده بودند و همچنان نشست اضطراری گروه 20 در مورد افغانستان. سلام، به کانال ما خوش آمدید. عبدالکریم خرم مقامات بلند رتبه حکومت غنی بنیاد جمهوریت را خراب و فرار کردند. رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که مقامات بلند رتبه حکومت غنی بنیاد جمهوریت را خراب کردند. با گزارش سپوتنیک، عبدالکریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در توییت نگاشته است: هرچند وضعیت فعلی ایدئال نیست، اما مقامات بلند رتبه حکومت آقای غنی اخلاقا حق ندارند به نام دفاع از جمهوریت تحرکات را آن هم در خارج به راه بیندازند. آقای خرم همچنان نوشته است که آنها بنیاد جمهوریت را خراب کردند، نهادهای ملکی و نظامی را ضعیف حتی نابود ساختند، دزدی کردند و در آخر ملت را به سرنوشت نامعلوم گذاشتند و فرار کردند. فرمانده سندکام: طالبان به ما پیشنهاد کنترل موقت بر کابل را داده بودند. فرمانده سندکام فرماندهی مرکز ایالات متحده آمریکا گفته است که طالبان و آمریکا پیشنهاد کنترل موقت بر کابل را داده بودند. با گزارش سپوتنیک و نقل از روزنامه هیل، جنرال فرانک مکنزی فرمانده سندکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده در جریان ادای شهادت در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان کنگره گفت که نمایندگان طالبان به ارتش آمریکا پیشنهاد کرده بودند که امنیت کابل را تا پایان عملیات تخلیه 31 آگوست به عهده بگیرد و گفته وای طالبان این پیشنهاد را در دیدار که با نمایندگان طالبان در تاریخ 15 آگوست در قطر داشت مطرح کردند. طبق گزارش مکنزی این پیشنهاد را رد کرد زیرا دستور عملهای مناسب را دریافت نکرده بود. علاوه بر این آمریکا منابع لازم برای انجام چنین عملیاتی را نداشت. با گفته فرمانده سندکام او نمی‌داند که آیا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از پیشنهاد طالبان مطلع شده بود یا خیر. در ماه آگوست اسوسییتد پرس گزارش داد که مکنزی در دیدار با طالبان در 15 آگوست در دوحه موافقت کرد که طالبان در روند تخلیه افراد از میدان هوایی کابل دخالت نمی کند. و حالا می پردازیم به خبر دیگر. علاقل مجاهد می گوید که بین ما و طالبان سوء تفاهم شده بود، اکنون به خانه خود هستم. علاقل مجاهد از فرماندهان مشهور مجاهدین است که در دوره انتخابات پارلمانی وکیل مردم ولایت کابل بود. وی همواره از نظام و حاکمان پیشین در رسانه‌های تصویری انتقاد می‌کرد و بارها در رسانه‌ها از تریبیون پارلمان و دولت گفته بود که اگر ولایت کابل را در اختیار وی بگذارند می‌تواند امنیت پایتخت را تامین کند. صبح امروز تصویر از علاقل مجاهد در رسانه‌های اجتماعی پخش و نشر شد که نشان می‌داد وی در عقب موتر گروه امارت اسلامی افغانستان نشسته است. علاقل مجاهد بعد از چندین ساعت یک ویدیوی تازه گذاشته و گفت بین ما و گروه امارت اسلامی سوء تفاهم صورت گرفته است و اکنون وی در خانه خود در ده سبز کابل می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب برای تمام وطنهای خود، برای تمام مجاهدین افغانستان در خارج و در داخل کس جهان سپاس تشکر میکنیم و بین ما و طالبا یک سوء تفاهم شده بود، کدام مشکل نیست. طالبا ما کتشان جور هستیم و برادرهای ما هست و کتی ما جور هستن، یکی وطن هست که پا در افغانستان هم هست، کدام مشکل نیست. ما شکر جور صدمند هستم، در خانه خود هستم، هیچ گپ نیست.
من فعلا هم در خانه خود هستم، من در خانه خود مستقیما صحبت میکنم. زنده و سلامت باشی. سلام علیکم. این در حالی است که علاگل چنده پیش گفته بود اشرف غنی را پاکستان رئیس جمهور ساخته است. اظهارات تازه علاگل مجاهد چنده قبل در مورد رئیس جمهور غنی، علاگل مجاهد با تازگی که با تلویزیون افغانستان مصاحبه انجام داد گفته است که برای اولین بار اشرف غنی را پاکستان رئیس جمهور ساخت. تا هنوز برنامه مکمل آقای علاگل مجاهد را تلویزیون افغانستان پخش و نشر ننموده است. او در مصاحبه کوتاه میگوید در وقت امارت طالبان حتی یک قدم هم پاکستانی ها پیش آمده نتوانسته بود. علاگل مجاهد میگوید که تاریخ نویسان در باره شاه شجاع، ببرک کارمل، حامد کرزی و اشرف غنی این چهره ها را غلام دیگران می نویسند. علاگل مجاهد وکیل منتخب مردم ولایت کابل است و یکی از منتقدان حکومت در پارلمان کشور است. علاگل در قسمت دیگر این برنامه اشاره می کند و می گوید حکومت غربی ها ضد مجاهدین هستند و اما مجاهدین هرگز ضعیف نمی شوند و با شکم گرسنه می توانند دفاع کنند. علاگل مجاهد می گوید که غربی ها این را می فهمند که از مجاهدین چیز ساخته است. او اشاره می کند که می گوید که اگر طالب با امریکا جنگ نمی کرد، امریکا افغانستان را ترک نمی کرد. علاگل اشاره می کند و می گوید اگر طالبان با مجاهدین مواجه شدند، باز بفهمند که هر کس در منطقه خود زور دارد. و در پایان، نشست اضطراری گروه 20 در مورد افغانستان. صدر اعظم ایتالیا خواهان اجلاس عاجل گروه 20 در حل وضع افغانستان شد. و گزارش سپوتنیک، ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا اعلام کرد که نشست اضطراری گروه 20 درباره افغانستان در 12 اکتبر برگزار می شود. صدر اعظم ایتالیا گفت من در مورد رویدادهای آینده جهان به شما خبر می دهم. اجلاس فوق العاده در مورد افغانستان با تاریخ 12 اکتبر برگزار می شود. دراگی تصریح کرد که موضوع این نشست بحث درباره وضعیت افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی در چارچوب ماموریت ناتو خواهد بود. روشن می شود که مقامات ایتالیایی با مشارکت روسیه، چین و ترکیه در حل مشکل موافق هستند. پیشتر گزارش شده بود که انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد و سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در چارچوب 76 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کردند.